الان یه سری ادمینا رو گرفتن، نه امیدواری کامل رو به همون دادن، نه ناامید رو کردن. یه نفرشون متواریه، قسمت سمت راست بدنش یه مقدار لمسه. سلام به همه شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم راجع به پرونده نوید صحبت بکنیم، با مادر نوید حرف بزنیم. یه جورایی پرونده نوید داره به آخراش نزدیک میشه. خدا رو شکر اتفاقات بسیار خوبی افتاده و یک داستانهایی که خیلی عجیب و غریبه که ما شنیدیم از زبون وکیلش. مثلا اولین چیزی که واقعا کرکوپر هممون ریخ که این کانالها چیکار میکردن. مثلا یک خانومی میومده میگفته که آقا من خونه میخوام، پسرم میخوام. این کانال میومد به اونهایی که حتی درخواست خونم نمیکرد میومد پیشنهاد میداد، میگفت که آقا اگر شما پسر بخوای خونم ما میتونیم در اختیارت بذاریم که شما بتونی مثلا یک حس خوب بگیری. و یه نکته‌ای که توی ویدیو بود نمیدونم متوجه شدین که نوید میگفت که من میدیدم دو آقا در اون خونه رفت و آمد میکنن. اون دو آقا کی بودن؟ این از زبون وکیل ما شنیدیم، یعنی وکیل نویدشون به ما گفته. خب ادمینا رو بازداشت کردن، چند نفری رو گرفتن که توی پرونده اینا هست. اون دو آقا دقیقاً کسایی بودن که از طرف خود این کانال‌ها می اومدن برای اینکه مدیریت بکنن. مثلا پسره میاد میدونم ماموری نیاد، خانواده پسره نیان، همه چیزو زیر نظر می گرفتن که مثلا اتفاقی برای خودشون نیفته دیگه. رئیس اصلشون چی شد؟ رئیس اصلیش ایران نیست. الان خدا رو شکر مراجع قضایی تونستن ادمیناشون رو بازداشت کرده و اومدن از همه بازجویی کردن و به این رسیدن که اینا خونم اجاره میدادن، خونه ها رو سالیانه می اومدن مثلا از بنگاه می گرفتن و جدا جدا به هر کسی اجاره میدادن و مبالغ بسیار بچه بالایی رو اینا بابت خونه حتی پرداخت میکردن. یک داستان دیگه ای که اینجا بود که من خیلی اومدم تلاش بکنم، یعنی نمیدونم بشه یا نه، که من اومدم به مراجع قانونی گفتم که آقا ما هم میتونیم آگاهی بدیم، به ما اجازه بدین اگر امکانش هست با افرادی که نمیدونم این کانال رو داشته هدایت میکرده، ادمینی بوده، از شگرداشون خب اونا بیشتر میدونن، اجازه بدین حالا ما شده بیام نمیدونم توی دادگاهی یا هر جایی که شما فکر میکنیم ما بیام مصاحبه کنیم، باشون صحبت کنیم. قطعا حرفایی دارن که خیلی شنیدنیه. نوید حالش یکم بهتر شده، الانم با مادر نوید جان صحبت میکنیم ببینیم که تو چه مراحلی هست. بله. سلام خانم معتمد عزیز، خوب هستی؟ سلام، خوب هستی؟ قربون شما، ممنونم. خانم معتمد، مردم دارن صدات میشنون. درسته، صداتو دارن میشنون، هر چی دوست داری میتونی بگی. اول اینکه از هم شما تشکر میکنم، وظیفه بود بابت اینکه هم اومدید، همراهیمون کردید، پشتمون بودید، هم از مردم که فکرشو نمی کردم این ماجرا اینقدر باعث بشه که مردم خالصانه حمایتمون کنن. مردم عزیزن خانم ماتم. واقعا فکر می کردم نوید تنها باشه و منم تنها باشم، ولی هم شما هم مردم ثابت کردین که همچین چیزی نبوده. هم شما سبب خیر شدید عزیزم، هم نوید با این کارش باید دقیقاً جمعونامون چشمشون باز بشه. دقیقاً. حال نوید چطوره خانم معتمد؟ والا نوید حالش خیلی بهتره، اومده بخش. خب یه مقدار به خاطر ضربه هایی که خورده، ای بابا، حقیقتش قسمت سمت راست بدنش یه مقدار لمسه و خب خود نوید هنوز اینو نمیدونه. نمیدونه؟ نه نمیدونه، نگفتیم بهش. ولی خب حالا توکل به خدا، نمیدونم این شبا خیلی دعا کردم واسش. ای بابا، یعنی متوجه نشده، یعنی که مثلا سست نه فکر میکنه اثرات داروه. واو. فکر میکنه که اثرات داروه و اینکه حالا نمیدونم، ما هممون دست به دعاییم و به قول معروف گفتن توی این شبا خیلی، یعنی حتی دوره بعدی هم مثلا حالا دوستایی که میشناختن یا به هر حال اطرافیانی که رو میشناختن خیلی همشون دست به دعا شدن که ان شاءالله دکتر اون چی که تشخیص داده درست در بیاد.
انشالله. با یه دوره فیزیوتراپی، با یه دوره درمان، حرکت درمانی و ورزش و اینا شاید یه درصدی از این چیزی بگم. خودتو ناراحت نکن، درست میشه، خواهم معتمد درست میشه. باز من زنگ نزدم تو بخوای آقای زباره بابا، من قلادی که گریه نکنی، من بهت زنگ میزنم، هر دفعه زنگ میزنم داری گریه میکنی. یا نه نه ما خیلی خب جوونمه، اگر بخواد یه عمری با یه طرف به قول معروف لمس بخواد زندگی بابا، مگه گفتن درست گفته درست میشه دیگه، مگه نگفته خانم معتمد، مگه نگفته با فیزیوتراپی درست میشه؟ خیلی احتمالات رو دادن، نه امیدواری کامل رو به همون دادن، نه ناامیدمون کردن، گفتن همه چی بستگی داره به حالا روند درمانش، حالا به هر حال بقول من این معجزه باید بشه. اگر یعنی... یه عمری نفید از یه طرف مشکل، یعنی چی؟ یعنی گفتن واقعا همچین چیزی رو خواهم متمن؟ بله ولی به نوید نگفتیم، هنوز نوید نمیتونه چون علاوه روحی مساعد نیست، علاوه جسمی خود شرایطش مساعد نیست با شنیدن یه همچین چیزی، و قرار شده که با یه پزشک مشاور بیان بهش بگن. بالاخره سخته های دواری، شما خودتون هم بخواهیم حساب کنیم یه جوانه توی این سن و سال بخواهیم یه همچین شرایطی واسش پیش بیاد قبول کردنش آره انشالله که درست میشه و ما همه چیش با ما، یعنی اصلا تو نگران این نباش، هر چی که نیاز باشه به خدا ما انجام میدیم، دکتری پزشکی هر جایی هر جایی، منم که پویا رو دیدی دیگه، گذاشتم گفتم 24 هر کاری دارن خب معتمدی وقت من نتونم انجام بده برای شما، بنده خدا آقا پویا هم حسابی همه جوره هوای ما رو دارن، من همش وظیفه است که فقط هم شما خیر ببینین از زندگیتون، هم دوستتون آقا پویا، هم که واقعا من از وکیلش ممنونم، مراجع قانونی رو واقعا فکر نمی کردم، همیشه حالا یه پرونده‌ای باشه آره. دیر بهش میرسن رسیدگی نمی کنم، ولی همچین چیزی نبودش، درسته واقعا همچین چیزی نبود. خبر داری دیگه، اینا رو من با وکیل صحبت کردم، گفتش که چند نفر رو گرفتن از اونایی که نوید و زدن، خبر داری اینا رو بهت گفت دیگه؟ بله بله با منم صحبت کردم، چون برها هر چند روز یک دفعه با وکیلش در تماسی با افسر پرونده و با من با قول من گفتن عواملی که بگیره این کار هست آره. در ارتباطی گفتن مثل اینکه یه دو نفرشون آره دقیقاً باره گرفتن، یه نفرشون متواریه دقیقاً آره اونم میگیرن، نگران نباش، یه سری ادمینا رو گرفتن آره آفرین، دقیقاً دقیقاً ادمینا رو گرفتن درسته، بعد یه سری اصلا توی اینا که همکاری داشتن، حالا توی این حالا ادمینای این کانالا بودن، ادمین حالا یا به هر جزی از اون کانال آره. بودن همکاری میکردن، خودشون اومدن به قول خودجوش ابراز پشیمونی کردن، آفرین آره، خب اون مجازاتی که باید بکشن و میکشن دقیقاً، ولی خب همین که به روند پیش رفته پرونده کمک کردن خدا رو شکر، اونم خودش جای شکر داره. دقیقاً حال نوید بهتر شد، ایشالا من میام بالا سر نوید و با هم صحبت میکنیم، هر کار پزشکی باشه اون دیگه ما انجام میدیم، نگران نباش، قربونتون برم، روزتون بخیر خانم معتمد، خدا نگهدار. صحبت خانم معتمد مادر نوید عزیز رو شنیدین، خدا رو شکر، البته خب اومده توی بخش ولی متاسفانه شنیدین، البته منم شنیده بودم ولی خب فکر نمیکردم که به اینجوری باشه که مثل که نصف حالا باید برم کاملا ببینم، که میگه الان نمیتونه شاید راه بره و سسته، ولی سعیمون رو میکنیم که انشالله مادر نوید خوشحال بشه و نوید روپا بشه. چند تا نکته رو بهتون بگم، خب اول ویدیو هم گفتم، بعضی از دوستان مثلا میبینین دیگه، شما وقتی که یک فیلمی یه چیزی رو میبینی، خود منم همینه، مثلا فیلمو میبینم میگم که ای بابا تو که میتونی این کارو کنی چرا این کارو نکردی، چون جوری نکرد، میام بعضی وقتا کامنت ها رو میبینم اصلا تعجب میکنم که این که میتونست به پلیس نگه چرا به پلیس نگفته، این که میتونست اینجوری کنه چرا اونجوری کنه، اینها
شاید بعضی هاشون از طرف همون کانال ها باشه و بعضی ها بچه ها نگاه کنین ما برنامه رو که میسازیم قطعه به یقین دوستان شاید نمیشه خیلی چیزها رو گفت، شاید نمیشه وقت اونجوری نمیشه که ما بخوایم با دیتیل طرف بگه من فرار کردم مستقیم به کلانتری رفتم. آقا شاید طرف واقعا شکایت کرده، شاید اصلا نخواسته شکایت بکنه، اومده با ما صحبت کرده. ببین اینجور چیزها هست، ولی میان بعضی ها اینجوری میگن، من واقعا تعجب میکنم. اگر چه اتفاق دیگه افتاد، صحبت دیگه شد، حتما بچه باهاتون در میون میذاریم و در قسمت‌های بعد، چون قراره که قسمت‌های جدیدی بچه‌ها براتون بسازیم که یه مقدار از این حال و هوا بیایم بیرون و انشالله در آینده هر خبری از نوید، البته که ما که هستیم، مثلا دوستانمون کنار این خانواده هستن، دارن کارشون رو انجام میدن، خبری بشه که نیاز به گفتن باشه حتما ما دوباره میایم و براتون یک برنامه ای رو ضبط میکنیم، به اطلاع شما عزیزان میرسونیم. حتما بچه ها ساب کنین، زنگوله رو بزنین، کامنت هم بزنین، لایک از همه مهمتره برای ما. عاشقمت.